با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که یک روز بسیار عالی رو پشت سر گذاشته باشین. بنده حسین مشایخی هستم در خدمت شما دوستان با چهارمین جلسه از دوره کسب درآمد در معماری. جلسات قبل راجع به رزومه و اینکه اصلا ما به چه شکل رزومه خودمون رو ارائه کنیم صحبت کنیم. البته در جلسات آینده نحوه صحیح رزومه، یعنی ساخت رزومه رو با هم دیگه کار می‌کنیم. جلسه سوم راجع به ساختن یک اوتران حرفه‌ای برای نمونه کارهای خودمون صحبت کردیم که حتما در جلسات آینده من آموزش رایگانش رو براتون قرار میدم که به چه شکل اوتران‌های کاملا حرفه‌ای بسازیم. موضوع این جلسه بسیار مهم هستش و بهتون قول میدم اگر نکاتی که در کل این دوره رایگان قرار شما یاد بگیرید رو مو به مو انجام بدید، مطمئن باشین که میتونید یک افزایش درآمد بسیار عالی در رشته معماری هم داشته باشین. توی این جلسه میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که ما چطور میتونیم خودمون رو در ذهن کارفرما ثبت کنیم و برای همیشه کارفرما اسم ما و نمونه کارهای ما رو به راحتی یادش باشه و در اولین پروژه‌ای که گرفت اولین کسی که توی ذهنش میاد و میخواد به اون سفارش طراحی رو بده ما باشیم. بذارید براتون یک شبیه سازی رو انجام بدم. مثلا کارفرما میاد به یک طراح زنگ میزنه و میخواد سفارش یک پروژه بده. توی مرحله اول کارفرما که زنگ میزنه میگه که من یک پروژه رو دارم، مثلا پروژه 10 طبقه است و شماره شما رو از توی اینترنت، از توی اینستاگرام یا از فلان شخص گرفتم و میخوام برای من این کار رو طراحی کنی. معمولا اکثر افراد میگن که مثلا پلان رو برای من بفرست تا من بهت قیمت بدم، یا مثلا یه عکس از اونجا بفرست من بهت قیمت بدم. ولی من میخوام بهتون یک روشی رو یاد بدم، یه مقدار شروع کردن و رسیدن به قرارداد یه مقدار بیشتر زمان میبره، ولی زمانی که قرارداد بستید میتونید با قیمت بالا و همچنین در ذهن کارفرما اسمتون رو ثبت کنید. ببینید دوستان، شما باید خدمات رایگان به کارفرمای خودتون بدین. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید مشاوره های رایگان بدید. زمانی که کارفرما به شما زنگ زد و به شما گفتش که مثلا یک پروژه 10 طبقه دارم و میخوام برای من طراحی کنی، اولین سوال این باشه که چه سبکی میخواید طراحی کنی. طرف مثلا میگه من میخوام کلاسیک طراحی کنم، این پروژه من رو میخوام برای من کلاسیک طراحی کنید. من اگر جای شما باشم، یعنی من به عنوان طراح اولین کاری که با کارفرما میکنم اینه که میگم اگر امکان داره آدرس پروژه رو به من بدین، من میام اونجا و محیط، یعنی سایت پروژه رو میبینم، ملک های اطرافش رو میبینم و با توجه به بر اونجا بهتون میگم که اصلا این کلاسیک اینجا بهتره زده بشه یا مدرن زده بشه، نو کلاسیک بزنین یا پست مدرن اینجا طراحی بشه خیلی بهتره. سعی کنید مشاوره های رایگان بدید. بعد از اینکه شما تونستید از کارفرما محل پروژه رو آدرسش رو بگیرین، برین سر پروژه و دست پر برین. یعنی چی دست پر؟ یعنی به کارفرما بگید که با توجه، مثلا من دارم میگم و با توجه به بری که این خیابون داره، شما مثلا اگر بیاید ارتفاع لابیتون رو بالاتر بگیرید، مثلا 4.5 متر ارتفاع بزنید تا اون ورودیتون با عظمت تر بشه، یا خیلی از مثالهای دیگه، مثلا بیاید بگین که اگر پنجرهایی که توی این سمت کار شده رو ما یه مقدار ببینیم داخلتر توی نما، به دلیل اینکه اگر توی این سمت باشه شاید نور بیشتری وارد بشه و اون نور بیشتر امکان داره که اصلا اذیت کننده باشه گاهی اوقات و از لحاظ اینکه بخواد بحث انرژی و حفظ و نگهداری انرژی توی خود پروژه سخت میشه، و اگر پنجره رو به این شکل اجرا کنیم خیلی بهتره. بچه ها دقت کنید که شما فقط باید خدمات رایگان به کارفرماتون بدید و هیچ چشداشی هم نداشته باشین. باعث اینکه الان من خدماتو میدم شاید اصلا به من پروژه رو نداد، اصلا مهم نیست. مطمئن باشین اگر یه پروژه رو نده، پروژه دوم برای شماست. و کارفرما زمانی میبینه که شما مثلا اینقدر اطلاعات دارید بهش رایگان میدین، رایگان داره میگی که مثلا میگم تو از این سنگ استفاده کنی اینجا بهتره، به این دلیل به این دلیل، اصلا اینجا از ترموبود استفاده نکن چون توی معرض نور مستقیم آفتاب هستش و اگر ترموبود استفاده کنی باید هزینه خیلی زیادی رو بابت تعمیر و نگهداریش بدی. قبل از همه اینا بهت بگم که تو باید اطلاعات خودتو بالا ببری، نری مثلا به کارفرما یه چیزی رو بگی که واقعا کارفرما اطلاعاتش رو داشته باشه و بگی تو داری اشتباه میگی. این موضوع خیلی مهمه، اطلاعات خودتون رو بالا ببرین و خدمات رایگان به کارفرما بدین. و به کارفرما در زمانی که در تماس هستی بهش میگی که من میام سایتتو میبینم و یک سری حالا اونجا موضوعات رو با هم بررسی کنیم و اصلا کاملا رایگانه و اگر دوست نداشتی با من کار نکن.
من اصلا من هیچ هزینه ای هم بابت خدماتی که دارم بهت میدم از شما پول نمیگیرم و کاملا رایگان میخوام بیام اونجا کارو ببینم و با توجه به اون پروژه‌ای که قراره توی اون سایت ساخته بشه طراحی رو برای تو انجام بدم. پس این نکته بسیار مهم رو همیشه گوشه ذهنتون بذارید. از این نترسین که به کارفرما بخواد یک سری خدمات رایگانی بدید. این کار باعث میشه که کارفرما کلن از شما خوشش بیاد و دوست داشته باشه که با شما کار کنه. چون میگه که این خدماتی که داره به من ارائه میده اکثر افراد بابتش پول میگیرن ولی این داره به من رایگان میده. موضوع بعدی در تو با قیمت هستش. ببینید دوستان، قطعاً خیلی از شماها رفتین مثلا یه لباسی رو خرید کنید و میاد مثلا یه دونه لباس فروشی یا یه بوتیک، حالا بهتر بگم، میاد جلوی مغازه‌اش میزنه که مثلا 1,000,000 تومان کت شلوار. شاید اون یه نفر 1,000,000 تو جیبش نباشه که بخواد بابت کت شلوار بده. ولی اگر شما به عنوان یک کسی که حالا یک فروشگاهی رو داره اونجا میزدید که ما با توجه به بودجه شما به شما کت شلوار میدیم، مطمئناً شما خیلی دوست داشتین برین داخل اونجا و ببینید که با توجه به بودجه شما چه کت شلواری به شما پیشنهاد میدن. اگر کارفرما همون اول از شما قیمت خواست، شما خیلی راحت میتونید بهش بگین که اصلا نگران قیمت نباش، من با توجه به بودجه‌ای که شما میخواید هزینه کنید برای تو طراحی رو انجام میدم. بذارین یک سری خدماتی رو شما به کارفرماتون ارائه کنید و اون موقع کارفرما روی قیمت مطمئن باشین بحث نمیکنه. زمانی که شما برین وارد جلسه بشین، زمانی که وارد سایت کارفرما بشین و اونجا یک سری مشاوره هایی رو به کارفرما بدین، مطمئن باشین کارفرما خیلی راحت از کنار شما نمیگذره. چرا؟ چون شما دست پر پیش کارفرما رفتین. چون زمانی که توی اون سایت شما حضور پیدا میکنید و دارید به کارفرما مشاوره میدین، میگه که مثلا ملکایی که اینجا هست متری چقدره، مثلا متری 30,000,000، من برای تو به شکلی طراحی رو انجام میدم با یه بودجه بسیار عالی که تو بیای متری 35,000,000 تومان اون ملکی که داری رو بفروشی. ملک تو مثلا اینجا الان 10,000,000 ارزشه، من بهت قول میدم طراحی رو بکنم که متری 15,000,000 بفروشی. توی طراحی برای تو سنگ تموم میذارم و با کمترین هزینه در زمان اجرا بهترین طرح رو برات میارم بالا. توی این زمانه که کارفرما خیلی علاقه‌مند میشه با شما کار کنه. فکر نکنید که همون اول باید یه قیمت پایین بدید، نه، افرادی که قیمت پایین میدن معمولا نسبت به بقیه خیلی کمتر پروژه میگیرن. ولی بعد اینو بهتون بگم، یه سری آدمایی هستن گرون کار میکنن و کارفرماهایی هم هستن که دنبال افرادی هستن که گرون کار میکنن. شما خیلی راحت این دوتا موضوعی که امروز بهتون گفتم و گوشه ذهنتون بذارید. خدمات رایگان به کارفرما بدین و به شکلی به کارفرما بفهمونید که طراحی شما میتونه توی فروش اون ملک تاثیرگذار باشه، میتونه توی آسایش افرادی که توی اون خونه در زندگی میکنن تاثیرگذار باشه. البته ما توی دوره طراحی نما خیلی از این موضوعات رو باز کردیم، ولی خب من سعی میکنم خیلی از نکاتی که شما لازم دارین رو به صورت رایگان در اختیارتون قرار بدم. شما باید دردهایی که کارفرما در اثر یک طراحی اشتباه میتونه بکشه رو براش بیاری، چون خیلی از کارفرما نمیدونن که اگر درست طراحی نکنن میتونن، یعنی یک طراح میتونه باعث بشه افرادی که توی اون خونه زندگی میکنن افسرده بشه و خیلی از مشکلات دیگه، میتونه باعث بشه که انرژی خیلی زیادی از دست بره و خیلی اتفاقات دیگه. شما به عنوان یک طراح باید هر جوری شده توی اون سایت حضور پیدا کنید و یک سری مشاوره های رایگان رو به کارفرمای خودتون بدین تا برای همیشه توی ذهن کارفرما بمونید و کارفرما زمانی که ببینه شما اینقدر اطلاعات دارین و کارفرما زمانی که ببینه اینقدر شما با اعتماد به نفس رفتین جلو و بهش میگین که من یک طراحی رو میکنم که ملک شما با ارزش تر بشه، من بهتون قول میدم بچه‌ها سر قیمت کارفرما با شما چونه نمیزنه و آرزوی اینو میکنه که شما براش کار بزنید. امیدوارم که مطالبی که توی این جلسه براتون آماده کردم رو به دردتون خورده باشه. با یک بار گوش دادن، با دو بار گوش دادن هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته. پیشنهاد میکنم که حتما ذخیره کنین این فایل صوتی رو و هر موقع که بیکار بودید گوش بدید. انقدر گوش بدین تا زمانی که کارفرما به شما زنگ زد بتونید با تکنیک هایی که یاد گرفتین با کارفرمای خودتون قرارداد ببندید.
براتون یک روز بسیار عالی رو آرزو میکنم. البته شاید شب باشه این ویسو گوش میدین. امیدوارم که هر کدوم از شما که میدونم تواناییشو دارین تبدیل به بهترین معمار کشورتون بشین. خدا نگهدار.